سرخط خبرها. Regarding the JCPOA, the agency was informed about Iran's latest activities related to centrifuges. سوال‌های تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. تهران می‌گوید هیچ فعالیت پنهانی ندارد. مذاکراتی طولانی، توافقی ناتمام. رئیس اجرایی دولت افغانستان می‌گوید با توقف گفتگوها فرصت صلح با طالبان از دست رفت. اختلاف واشنگتن آنکارا بر سر کردهای سوریه. اردوغان میگوید آمریکا بیشتر به فکر حفاظت از کردهاست تا امنیت ترکیه. و ادامه اختلاف بر سر برگزیت. پارلمان بریتانیا دوباره برگزاری انتخابات زودرس پیش از برگزیت را به رأی میگذارد. سلام و عصر بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته به سرعت به سوال‌های این نهاد در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. کورنل فروتا، رئیس موقت آژانس که از سفر یک روزه به تهران برگشته، و اعضای شورای حکام گفت ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری را برای غنی‌سازی اورانیوم شروع کرده، اقدامی که بر اساس برجام ممنوع بوده. در بخشی از گزارش امروز رئیس موقت آژانس آمده که ارزیابی‌های این نهاد درباره ناپدید شدن مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ادامه دارد. کورنل فروتا امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره توضیح داد. خیلی خوب میدونید که ما مکالماتمون رو با کشورهای عضو فاش نمی‌کنیم در رسانه‌ها، به ویژه در این مورد خاص. مسئله راستی آزمایی آژانس کار میکنه، جواب میده در پیامد یک پروسه فنی بسیار جدی و دقیقی، و ما اینجا طبق برنامه عمل میکنیم و هر کاری که انجام میدیم یک تحلیل حقوقی و تکنیکی فنی خیلی دقیقی هست، و به همین دلیل من نمیتونم که امیدوارم متوجه باشید که نمیتونم در این باره درباره مسائل مشخص سوال شما پاسخ بدم، اما میتونم به شما بگم که به طور کلی شما دارید درباره زمان میپرسید، چقدر زمان به ایران میدیم در چارچوب این بیانیه هامون، و همینطور در ارتباط با پایبندی ایران. هر مورد خاصی فرق داره، خاصیت خاص خودش رو داره، بنابراین باید تحلیل کنیم مورد به مورد مسائل فنی، مسائل حقوقی اون مسئله رو، فعالیت های مختلفی که در که شاهدش بودیم، و اون وقت بازه زمانی رو در پایان تعیین میکنیم با توجه به قضاوت خودمون، و اون بازه زمانی هدفش اینه که پایبندی های در واقع به نیازمندی های فنی قضیه پاسخ بده. بنابراین وقتی که امروز تاکید کردم که نیاز داریم به یک پاسخ به موقع و کامل از جانب ایران، همچنین باید و همینطور اینکه گفتم زمان خیلی حیاتی و مهمه، این در واقع نشانه است از اینکه تعامل پیوسته ما با ایران باید به پیش بره، جلوتر برده بشه، و در این بخش از این فرایند فکر می‌کنم که خیلی باید روشن باشه از بیانیه های ما اینکه همچنان به تعامل با ایران ادامه خواهیم داد، همه گزینه ها خواهد بود، و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که همه گزینه های ممکن خواهند بود. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آرمان با ماست. آقای براتی، ارزیابی شما از صحبت‌های آقای فروتا چیه؟ عده‌ای معتقدند که او تلاش می‌کرد که بهانه جدی دست آمریکا نده. بله، این برداشت درست هست. خب ایشون فعلا که بسیار دبیرکل یا مدیرکل موقت هستند، معمولا هم هر کس هم قصد انتخاب داشته باشه از طرف اعضای آژانس بین‌المللی اتمی باید تعداد آرای لازم رو داشته باشه، مواظب حرف میزنه، ولی جدا از اون رسم نیست که همه اون چیزی رو که با دو کشور صحبت میشه و همه موارد اختلاف رو بیان و اینجا بگن. مسئله در اصل این است که اگر آزمایشات و برداشت‌های آژانس این باشه که شرایط تهدیدآمیزی پیش آمده، اینا رو باید به شورای امنیت اطلاع بده،
آژانس یه نهاد بی‌طرف هست، مستقله، ولی طبق اساسنامه خودش گزارشات تهدیدآمیزی رو در شرایط تهدیدآمیز به شورای امنیت میده. الان وضع هم برای ایران کاملا مشخصه. ایران 5060 سانتریفوژی داره که نسل یکی هستن، یعنی 1%شون میتونه در سال 1 کیلوگرم اورانیوم تولید بکنه. برای 1%، حالا که 360 تعدادش خیلی محدودتر میشه. الان ایران شروع کرده سانتریفوژهای نسل 2, 4, 6 و 8 رو، و درجه غنی‌سازی اینها میشه 5 برابر، 10 برابر، و در مورد سانتریفوژهای نسل 8 میشه 24 برابر. حال سوال آژانس که جمهوری اسلامی رو از جواب بده، چه تعدادی در چه زمانی میخواد به کار بگیره و با چه سرعتی؟ اگر شرایط این باشه که اون چیزی که در قبل در نظر گرفته شده، به طور مثال ایران فقط تا 4 سال آینده حق داره 30 سانتریفوژ به اصطلاح نسل 6 یا 8 رو روش آزمایش بکنه. آزمایش معنیش این نیست که غنی سازی بکنه. حال اگر ایران شروع بکنه با سانتریفوژهای نسل 6 و 8 به غنی سازی و الان در ماه، در یک ماه 50 کیلوگرم اورانیوم 4.5% تولید کرده، این روال اگر پیش بره در حقیقت خیلی زود اون مرزی میرسه که میشه گفت که شورای امنیت تشخیص بده که جمهوری اسلامی عملا از برجام خارج شده. دقیقا در همین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده به تغییر لوله های اتصال سانتریفیوژ ها و آژانس تاکید کرده که این به نوعی نقض برجامه. فکر میکنید که ایران این گام رو برخواهد داشت و در واقع قدم اول برای پایان برجام رو برمیداره؟ خب جمهوری اسلامی خیلی محتاط عمل میکنه. ببینید هنوز صحبت از این نشده، این سانتریفوژ هایی که نصب شده هنوز به اونها اورانیوم هکسافلورید تزریق نشده که کار بکنه. بستگی به این داره که الان از این حدود 52 سانتریفوژی که کار گذاشته به کدام یکی از اینها تزریق بکنه یا نکنه، و یا آیا این تعداد رو ادامه بده یا نه. چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی 8 مرحله قائل شده برای کم کردن تعهدات اتمی خودش. الان مرحله سومه. اگر برسیم به مرحله 4 و 5، در حقیقت اون وضع تهدیدآمیزی که آژانس باید حتما به شورای امنیت گزارش بده به وجود آمده، و اون معنیش این هست که اگر شورای امنیت واقعا آژانس، گزارش آژانس رو اینطور ارزیابی بکنه که جمهوری اسلامی برجام رو ترک کرده، اون وقت متقابلا اعلان میکنه و عملا ما برمیگردیم به شرایط اعمال تحریم‌های پیش از برجام. متشکرم از شما مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل با ما. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی درباره اقدام‌های تازه ایران در زمینه هسته‌ای نظرشون رو برای ما فرستادن که با هم بشنویم. باقی مانده اورانیوم کلا یه موضوع برای پراکنده کردن ذهنه، و اینکه بخوان دوباره جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن به سری مسائل که از طرف اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده. در حال مشخص شده که اینا در لایه‌های مختلف توی کشور ما جاسوسای دارن و کارهایی رو میتونن انجام بدن. اینم به هر حال برای توجیه اون صحبت‌های سال گذشته این نتانیاهو به هر حال مجبور هست که یه سری به هر حال تعمیداتی رو به کار ببره، از جمله اینکه بیاد بگه که آره اون جایی رو که من پارسال توی مجمع عمومی گفتم مشکل داره واقعا توش بقای اورانیوم پیدا شده. این کاملا از نظر من این موضوع جعلیه و فقط کار اون تشکیلاتی است که به قول آقای ظریف حالا به اصطلاح اون به اصطلاح گروه بی هست که میخوان یه سری مسائل رو درست کنن. اصلا منطقی نیست جمهوری اسلامی توی این شرایطی که هست اقداماتش رو داره خیلی علنی اعلام میکنه و نیازی به این کارا نداره برای که بخواد تنش بیشتری رو درست بکنه. وکیل عباس نوری شادکام فعال تلگرامی میگوید او به اتهام توهین به چند شخصیت مذهبی به 35 سال حبس و 2 سال تبعید به نیکشهر سیستان و بلوچستان محکوم شده.
محمد مقیمی وکیل دادگستری در توییتر نوشت موکلش بابت اهانت به حضرت محمد، داوود، زهرا، موسی و خدیجه به این مجازات محکوم شده. به گفته او این حکم در دیوان عالی تایید شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. 3 سال پیش مأمورین اطلاعات سپاه عباس نوری شادکام را دستگیر کردند و حدود 1 سال بعد با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد. برابر گزارش‌ها در جریان حمله هوایی به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه 18 نفر کشته شدند. ملیت این افراد معلوم نشده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که منطقه آل بوکمال در نزدیکی مرز عراق هدف قرار گرفته. منابع عراقی هم گفتند که به پایگاه‌های 3 گروه مسلح عراقی در این منطقه حمله شده. هنوز مشخص نیست حملات کار چه طرفی بوده، اما زنان می‌رود که کار اسرائیل باشد. منطقه مورد حمله بین گروه‌های شبه نظامی کرد تحت حمایت آمریکا و گروه‌های زیر نظر حکومت سوریه که از حمایت ایران و روسیه برخوردارند تقسیم شده. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در کابل چند مقام ارشد دولتی را به دلیل تخلف به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از حق رأی محکوم کرد. شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهوری، صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه و حمید فاروقی، رئیس دانشگاه کابل در میان محکومان هستند. تخلف این افراد شرکت و سخنرانی در تجمعات انتخاباتی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ به نفع نامزدان ریاست جمهوری عنوان شده. در ادامه واکنش‌ها به توقف مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان می‌گوید با توقف این مذاکرات فرصت برای رسیدن به صلح از دست رفت. شورای عالی صلح این کشور هم گفته زمان آن است که دولت و طالبان برای مذاکرات بین الافغانی از خود انعطاف نشان دهند. سفارت بریتانیا در کابل هم گفته طالبان باید نشان بدهند که درباره صلح جدی هستند. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، به نظر تو آقای عبدالله عبدالله به چه دلیلی به این نتیجه رسیده که فرصت از بین رفته؟ رئیس اجرایی دولت وحدت ملی به این نظر است که نشست های جداگانه مقام های دولت افغانستان و همچنین نمایندگان طالبان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید فرصت برای رسیدن به صلح بوده، اما این نشست برگزار نشد که قرار بود دیروز انجام شود. دونالد ترامپ لغو کرد و به علت آن را هم ادامه خشونت های گروه طالبان اعلام کرد و مذاکرات بین دو طرف در قطر را متوقف ساخت، بعد از آن که هم خشونت ها ادامه پیدا کرد و اعتراض های هم در داخل دولت افغانستان، در افغانستان و همچنین در آمریکا رونما شد. آقای عبدالله هم به همین موضوع اشاره کرد و گفته که این فرصت را به خاطر ادامه خشونت های گروه طالبان و برخی عوامل دیگر سبوتاژ شده و گفته او مختل شده، و همچنین گفته که گروه طالبان در مذاکرات صلح قطر دچار اشتباه در محاسبه شده بودند. به هر حال آقای عبدالله به این نظر است فرصتی بوده که از دست رفته. هیچ امیدی هست که دوباره مذاکرات صلح از سر گرفته بشه؟ دو طرف فعلا تقریبا میشه گفت که رجزخوانی میکنن. ایالات متحده آمریکا گفتن که زمانی از سر گرفته خواهد شد. این گفتگوها بستگی داره به عملکرد گروه طالبان. حالا این عملکرد یعنی چیه؟ یعنی گروه طالبان ثابت کنه که به تعهداتش در توافقنامه احتمالی که قرار بود در آینده نزدیک امضا شود، به این تعهداتش پایبند بمانه، و همچنین وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا علاقمند از سرگیری مذاکرات است، اما به شرطی که طالبان به این تعهدات خودش پایبند بمانه و خشونت ها را کاهش بده. بحث کاهش خشونت ها هم در طرف دولت آمریکا مطرح شده و هم از طرف دولت افغانستان. گروه طالبان اما چه گفته که فعلا با توقف این مذاکرات ایالات متحده آمریکا ضرر کرده و به جنگشان ادامه میده. فعلا خیلی زود است، چون دیروز اتفاق افتاد، باید ببینیم که در آینده نزدیکتر چی خواهد شد. اما میشه گفت که بعید به نظر میسه به طور کامل این مذاکرات متوقف شود، چرا که حدود 10 ماه دوام پیدا کرد و هر دو طرف هم به بعضی امتیازات دست پیدا کرده بودند. متشکرم علی حسینی، خبرنگار ما از کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ارزیابی‌های این نهاد درباره ناپدید شدن مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ادامه دارد. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان می‌گوید با توقف مذاکرات با طالبان فرصت برای رسیدن به صلح از دست رفت.
در ادامه برنامه. هیجان سرخوردن بر امواج به جای نشستن روی ویلچر. مجلس بریتانیا امروز بار دیگر درباره برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی پیش از خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی گیری می کند. چنین کاری نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد و احزاب مخالف می گویند تا وقتی از تعویق برگزیت مطمئن نشوند با آن موافقت نمی کنند. در همین حال نخست وزیر بریتانیا به دوبلین سفر کرد تا با همتای ایرلندیش درباره توافقنامه خروج و مخصوصاً بخش جنجال برانگیز آن درباره مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند گفتگو کند. بوریس جانسون خروج بی توافق را یک شکست در حکمرانی خواند و لئو وردکار تأکید کرد که چنین اتفاقی پایان کار نیست. چیزی به اسم خروج کامل و تمیز یا فقط اتمام کار وجود خارجی نداره، بلکه ما فقط وارد یک مرحله جدید میشیم. اگه توافقی نباشه، زندگی بریتانیایی ها و ایرلندی ها مختل میشه، نه بقیه اروپا. هر اتفاقی بیفته بعدش دوباره باید سریعا به میز مذاکره برگردیم و قبل از هر چیز باید درباره حقوق شهروندان مهاجر، تعهدات مالی و مرز ایرلند صحبت کنیم. مسائلی که در توافقنامه خروجی که با نخست وزیر قبلی به دست اومد حل کرده بود. من میخوام به یه توافقی برسم. مثل شما نتایج خروج بی توافق روی کشور ما و شما رو بررسی کردم. البته که ما میتونیم انجامش بدیم و تحملش کنیم. ولی شک نداشته باشید چنین نتیجه‌ای شکست در حکمرانی و همه ما در اون مسئولیم. خبرنگار ما بهرنگ تایشین از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، بهتره با اتفاقاتی که در ساختمان پشت تو در جریان شروع بکنیم. مجلس یک بار تصمیم گرفت که اجازه نده که نخست وزیر انتخابات زود هنگام برگزار بکنه. آقای جانسون با چه امیدی دوباره داره تلاش میکنه؟ آقای جانسون میخواد یک فرصت دیگه به احزاب مخالف بده که بیان انتخابات زودرس بذارن. از وقتی که در واقع این بحث برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی رو مطرح کرد و احزاب مخالف گفتن نه، اونها مخصوصا جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر رو به بزدلی متهم کرده. ولی واقعیت اینجاست که امشب بعد از اینکه این رأی گیری انجام بشه، پارلمان قرار دولت اعلام کرده که پارلمان همین امشب معلق میشه برای 5 هفته و در نتیجه اگر که امشب همونطور که انتظار میره احزاب مخالف باز هم به خواسته نخست وزیر نبگن، انتخابات پارلمانی حداقل تا اواخر ماه نوامبر برگزار نمیشه که آقای جانسون رو در یه موقعیت خیلی پیچیده‌ای قرار میده، چون یا باید زیر قولی که داده بود برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر زیر اون قول بزنه، یا اینکه باید کنارگیری کنه، یا اینکه یه راه حل خیلی خارق‌العاده‌ای پیدا کنه که از این وضعیت خارج بشه. و این قرار گرفتن در این موقعیت سخت همون چیزیه که احزاب مخالف میخوان. بهرنگ، تو شرایط که اینقدر در پارلمان بحران و بحث هست، آقای جانسون به دوبلین رفته، او چه انتظاری از سفرش به ایرلند میتونه داشته باشه؟ آقای جانسون داره تلاش میکنه این مسئله مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند رو حل کنه. تو توافقنامه فعلی راه حلی که برای در واقع نامرئی نگه داشتن این مرز پیدا کردن اینه که بریتانیا همچنان از سیاست تجاری اتحادیه اروپا پیروی کنه، به این معنی که بریتانیا نمیتونه خودش بره سر خود مثلا با آمریکا یه قرارداد تجارت آزاد ببنده و یه مقدار زیادی از استانداردها، قوانین و مقررات اتحادیه اروپا رو هم رعایت کنه، که نتیجه تمام اینا اینه که در واقع بازرسی‌های گمرکی لازم نیست. آقای جانسون دنبال پیدا کردن یه راه حل دیگه است، ولی تا الان اتحادیه اروپا گفته، امروز هم دوباره لئو وردکار نخست وزیر ایرلند تاکید کرد که هنوز هیچ پیشنهاد مدون مشخصی بریتانیا ارائه نداده برای این کار. و این حرفای آقای وردکار، این تاکیدش بر این که یک توافقنامه‌ای که از نظر حقوقی یک پیمان بین المللی محسوب میشه رو به یه سری قول، به یه سری وعده در مورد اینکه ما قول میدیم یه راه حل دیگه ای پیدا کنیم، به اینا ترجیح میده و قابل جایگزین کردن نیست. در نتیجه کار آقای جانسون برای رسیدن به یک توافق جدید توی این یک ماه آینده خیلی خیلی سخت‌تر از اونی که بود به نظر میرسه.
متشکرم بهرنگ، امیدوارم در 5 هفته آینده که مجلس تعلیق میشه تو هم بتونی کمی استراحت بکنی. اولین گشت‌زنی مشترک نیروهای آمریکایی و ترکیه دیروز در مناطق مرزی تحت کنترل کردهای سوریه انجام شد. رئیس جمهوری ترکیه این گشت‌ها را کافی نمی‌داند و گفته آمریکا بیشتر به فکر حفاظت از نیروهای کرد است تا امنیت ترکیه. دولت سوریه هم در بیانیه‌ای ورود نیروهای ترکیه به خاک آن کشور را محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی سوریه خوانده. شیار گل گزارش می‌دهد. عبور نیروهای ارتش ترکیه از مرز این کشور به مناطق تحت کنترل کردها در تل ابیض در شمال غرب سوریه. دیروز خودروهای ارتش ترکیه در زمین و با حمایت هلیکوپترها در هوا به نیروهای آمریکایی پیوستند. این اولین گشت مشترک آمریکا و ترکیه در این منطقه است. هدف دور نگه داشتن نیروهای کرد از مناطق مرزی با ترکیه است. برای جلوگیری از حمله ترکیه به کردها، ماه گذشته کردها و آمریکا با ترکیه در توافقی مقدماتی با گشت مشترک نیروهای دو کشور موافقت کردند. در چند ماه گذشته ترکیه نیروها و ادوات سنگین نظامی زیادی را به مناطق مرزی اعزام کرده است. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر تهدید کرده اگر منطقه امن مورد نظر او تشکیل نشود، این کشور به نیروهای کرد در سوریه حمله خواهد کرد. اگر تا آخر سپتامبر ما نتوانیم منطقه امن را در شرق رودخانه فرات تشکیل دهیم، سربازان ما دست به کار خواهند شد. هیچ راهی به غیر از این برای ما باقی نمانده. این هم چیزی نیست که با 3-4 پرواز هلیکوپتر یا 5-10 گشت زمینی با چند صد سرباز در منطقه تامین شود. ترکیه خواهان منطقه حائل به عمق 30 کیلومتر بین مرزهای خود با مناطق تحت کنترل کردها در داخل خاک سوریه است. بسیاری از شهرهای عمده کردنشین سوریه در کنار مرزهای ترکیه است. اما نیروهای کرد تا عمق 14 کیلومتری از مرزهای ترکیه عقب نشینی کردند. مذاکرات بر سر عمق و چه کسی منطقه امن را کنترل کند همچنان ادامه دارد. مظلوم کوبانی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثرا کرد هستند گفته تهدیدات ترکیه را باید جدی گرفت. گفتگوها با ترکیه درباره منطقه امن خوب پیش می رود. امیدوارم آمریکا بتواند با ترکیه به توافق برسد تا از حمله ترکیه به ما جلوگیری کند. این به ما کمک می کند تا نیروهایمان بر مبارزه با داعش تمرکز کنند. خطر حمله ترکیه به شبکه‌های مخفی داعش کمک کرده تا دوباره خود را در شمال شرق سوریه سازماندهی کنند. آنها به دنبال فرصت برای حمله به نیروهای ما هستند. کردهای سوریه سال 2014 میلادی درگیر جنگ خونین با داعش بودند. با حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا آنها توانستند داعش را از منطقه عمده شمال شرق و شمال غرب سوریه بیرون برانند. نیروهای دموکراتیک سوریه حدود 35,000 عضو دارد. در چند سال گذشته آمریکا آنها را به سلاح‌های سنگین مجهز کرده است. مناطق وسیعی سوریه در کنترل کرد هاست. برای کشورهای غربی نیروهای کرد متحدی مؤثر و مورد اعتماد در جنگ با داعش بودند. اما ترکیه آنها را بخشی از پککه می‌داند و تهدیدی برای امنیت ملی خود. ژیارگل، بی بی سی. حزب الله لبنان میگوید یک پهپاد اسرائیل را در نزدیکی مرز اسرائیل فرو نشانده. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله گفته که این گروه توانسته این پهپاد را هنگامی که از مرز میگذشته و وارد جنوب لبنان میشده هدف بگیرد و حالا در اختیار حزب الله است. اما اسرائیل میگوید که یکی از پهپادهایشان در جریان عملیات معمول داخل خاک لبنان افتاده. ارتش اسرائیل گفته هیچ نگرانی درباره دستیابی حزب الله به اطلاعات این پهپاد ندارد. در روزهای گذشته تنش بین حزب الله لبنان و نیروهای اسرائیل شدت گرفته بود. با آغاز اعتصاب دو روزه خلبان‌های شرکت هوایی بریتیش ایرویز، هزاران مسافر این شرکت در فرودگاه‌های جهان سرگردان شدند. خلبان‌های بریتیش ایرویز در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان اعتصاب کردند. 1700 پرواز این شرکت که برای امروز و فردا برنامه‌ریزی شده بود، لغو شده. فرانک گاردنر، خبرنگار بی بی سی، در مسائل امنیتی در سال 2004 میلادی در حین کار در عربستان سعودی تیر خورد. او 7 ماه در بیمارستان بود و در نهایت با اینکه پاهایش فلج شد به سر کار برگشت. فرانک به خاطر علاقه‌اش به اسکی تونست این ورزش رو ادامه بده، اما نتونسته بود دوباره اسکی رو آب بکنه. البته تو الان.
چطور اسکی روی آب کنید وقتی نمیتونید از پاتون استفاده کنید؟ من فرانک گاردنرم و رو ویلچر میشینم، چون 15 سال پیش وقتی برای ماموریت کاری رفته بودم عربستان سعودی تیر خوردم. خیلی اسکی میکنم تو برف، بهش میگن اسکی تطبیقی. من قبل از تیر خوردنم اسکی روی آب میکردم، اما بعدش اسکی روی آب همیشه برام یه چالش دست نیافتنی بود. ازش پرهیز میکردم، اجتناب میکردم تمام این سالها. یه خیری هست به نام اکسس ادونچرز که معلولانی مثل من رو تو آب میبره که این کار رو امتحان کنن. اولین چالش مایو تنگ کردنه که خودش هم خیلی سخته. پامو کردم تو آستین مایو، احساس میکنم مثل شیر دریایی شدم. دومین چالش قرار گرفتن تو وسیله‌ایه که باید توش اسکی روی آب کنم. به این میگن اسکی روی آب تطبیقی، که همونطور که میبینین یه صندلی بهش وصل شده که الان میشینم توش. چه احساسی داری دوباره تو آبی؟ سرد و خیس. لحظه بزرگیه وقتی تناب کشیده میشه و قایق جلوی شما سرعت میگیره و یهو شما از آب بیرون کشیده میشین و دورتون آب میپاشه. دارین رو آب اسکی میکنین. غیر طبیعیه. هیجان انگیزه. واقعا هیجان انگیزه. یه لحظه خاص هست که قلقش دستت میاد و مربی‌ها ولتون میکنن و یه دفعه خودتی و خودت. وقتی مربیا به این نتیجه رسیدن که آمادم، گذاشتن که لبه موج اسکی کنم. دو تا موجه که تو آب ایجاد میشه، یکم ترسناکه. اول انگار دارین روی یه تپه کوچیک که در آب ایجاد شده از بغل سر میخورین و فکر میکنین الان میافتم اونور، ولی نمیافتین و تعادلتون رو حفظ میکنین. خیلی حال داد، خیلی بهم خوش گذشت. خیلی سال بود این کارو نکرده بودم. اینکه دوباره بری تو آب و حد توانایی ها و بدنت رو متوجه بشی عالیه. اگه تمام روزت رو توی ویلچر باشی که بی‌تعارف بی‌نهایت کسل کننده است، این کار یه احساس استقلال خوبی بهت میده. اراده و ماجراجویی فرانک گاردنر واقعا ستودنیه. به پایین بخش خبر میرسیم. ممنون که با ما هستید.